فوتبالیست ها قسمت 33 میساکی پاس میده به سوبا و حالا سوبا به طرف دروازه تیم موسوشی میره. بگیرش! اون قصد داره هر طور شده گل بزن. باید گل بزنیم. عجیبه، مدافعین تیم موسوشی در جهت خلاف حرکت میکنه. کسی اونجا نیست و اون یه تنه چلو میره، یعنی میتونه گل بزنه. نه نه نه، این آفسایده. اینو بهش میگن تنه یا آفساید گیری تیم موسوشی. این دفعه موسوشی موفق میشه، اون یه شوت محکم میزنه. موسوشی حالا به طرف دروازه بره و گل میشه. میزوکی پیروزمندانه دستش رو بالا میبره، کاری که تمام برنده ها میکنن. نیمه اول مسابقه دو بر یک به پایان رسید. باید گفت تیم موسوشی واقعا برتر از تیم شاهینه. سرنوشت بازی کاملا در دست میزوگیه. تیم منتخب شاهین اصلا از فرصت ها استفاده نکرد. خیلی عجیبه. آره راست میگی، از هر نظر اونا از تیم حریف بهترن. ولی فکر نکنم بشه گفت کدومشون برادر، چون بازیکنی مثل سوبا در تیم شاهین بازی میکنه. یعنی ممکنه من میزوگی رو شکست بدم؟ تا حالا قیافه سوبا رو اینقدر ناراحت ندیده بودم. فکرشم نکن، در نیمه دوم بازی همه چیز رو فراموش میکنه. در هر حال هرچی باشه تیم شاهین به سوبا متکیه. امیدواریم در نیمه دوم مسابقه روحیش بهتر بشه. آخه اون چطور میتونه با قلبی که هر لحظه ممکن از کار بیسته با قدرت تمام بازی کنه؟ منظورم سرعت دریبل کردن، شیوه بازی و دقت عمل در پاس دادنشه. در تمام فنون بازی از من خیلی بهتره، به خصوص شیوه پریدنش. حتی میتونه شوت برگردونم بزنه. واقعا که اون رقیب بزرگیه. هرچه حریفم قوی تر باشه روحیم بهتر میشه. خدای من، ولی امروز یه اتفاق میفته، نمیدونم چیه ولی حسش میکنم. چرا؟ شماها از کسالت قلبیش در جریان بازی نگرانین، در حالی که من از قدرتش احساس خطر میکنم. او نه نه سواسا، چی شده سوبا؟ بازی الان شروع میشه. حالا بازیکن‌ها دارن وارد زمین میشن. این نیمه دوم مسابقه بین تیم‌های منتخب شاهین و تیم موسوشی. بالاخره نیمه دوم بازی شروع میشه. من می‌بازم. تا حالا ندیده بودم توی زمین فوتبالی همچین قیافه گرفته‌ای داشته باشه. همیشه به خودش اعتماد داشت. توپ فوتبالم بهترین دوستش بود. چی شده سو؟ مگه نمیخوای با به دست آوردن مقام قهرمانی به برزیل بری؟ من نباید روحیم رو از دست بدم. باید این بازی رو ببرم. بنابراین باید روحیم رو عوض کنم. ولی اتفاقی افتاده سوبا، تو امروز خودت نیستی. سب نکنه به خاطر بیماری قلبی من خیلی خوب بازی کنی. دلت به حالم میسوزه؟ اگه اینطور باشه از دلسوزیت متنفرم. بهتر بازی واقعی تو ارائه بدی. با سوت داور نیمه دوم مسابقه شروع شد. سوبا، امید همه به توه. درست نیست که از خودت ضعفشون ببین. قوی باش پسر.
تعقیب شاهین توپو در میانه زمین نگه داشته، توپ زیر پای تاروس، او سعی داره راهی برای حمله پیدا کنه. تا حالا با یه همچین بازیکنای سرسختی درگیر نشده بودم. با تمام اینا مجبوریم تا لحظه آخر خوب تلاش کنیم. بس دیگه سوبا، یه خودت بجام. اگه تمرکز داشته باشیم میتونیم توپ از چنگشون در بیاری. بگیرش. پرو توپو به سوبا پاس میده. سوبا چرا روحیتو باختی؟ چرا معطلی سوبا؟ شوت کن میزاگی. معلوم نیست سوبا چش شده، چون با این اشتران کپ توپو از دست داد. در اینجا میزودی خیلی راحت توپو به دست میزود. گرفتمش. بجم سوبا. بجمش. چیه چی شده سوبا؟ مستش هنوز بازی منو تو شروع نشده. میزودی واقعا تصمیم داری بعد از این مسابقه دیگه بازی نکنی؟ نمیدونم چرا اینقدر احساس نگرانی میکنم. چی شده سوبا؟ اون سرعت همچگی تو نداره. تیم بوسوشی با استفاده از یه فرصت فوری دست به حمله زده. با توجه به اشتباه غیر منتظره سوبا، تیم شاهین بدون دفاع تو درد سر افتاده. آفرین، حالا میتونیم از فرصت استفاده کنیم. تیم موسیشی با یه همه سریع خودش رو به دروازه حریف نزدیک میکنه. به هر قیمتی شده جلوشونو بگیرین، اگه بازم گل بزنن دیگه نمیشه جبران کرد. گرچه تیم شاهین نهایت سعیشو میکنه، ولی تیم موسیشی توپو به این آسونی ها از دست نمیده. جلوشونو بگیرین. تیم شاهین در موقعیت خطرناکی قرار گرفته، در حالی که تیم حریف در موقعیت خوبی قرار داره. این دفاع یعنی موریزاکی هم عبور کردن. یکی دیگه از بازیکنان تیم شاهین جلوشون رو گرفته. در خودش تاروه. با پاس هوایی تارو موفق شدن توپو بگیرن. حالا توپ در دست موریزاکی دروازه‌بانه. آفرین تارو، سوبا رو بیاش رو در بازی امروز باخته. حالا وقتشه که تمام نیرومونو برای یه بازی خوب جمع کنیم. درست به نقره شبیه که زنگ زده باشه. حدس میزدم که تارو کلید موفقیت این بازی باشه، ولی با تمام اینا مهره اصلیشون سوباست. تا زمانی که بچه های ما شایستگیشون رو نشون بدن، تیم شاهین نمیتونه بازی رو ببره. سوبا، اینقدر خودتو ناراحت نکن. مگه تو یادم ندادی که با توپ دوست باشم؟ پس برو جلو. درسته، سوبا مرتکب اشتباه میشه. خب اونم یه انسان. خون مهم نیست. حالا وقتشه که ما حمله کنیم. اینطور که پیداست بچه های تیم شاهین تصمیم گرفتن به هر قیمتی شده گل خورده رو جبران کنن. سوشا مطلی باشه. برای اینطور که از قرار این برمیاد، حدس من درست بود. اونم مصمم اصلا هر طور شده گل بزنه. حالا بهتر شد سوبا. اینطوری بازیمون یک طرفه نیست. تو تنها رقیب منی. کاری نکن بازی اینطوری تموم بشه. بذار مسابقه درست انجام بشه. سوباسا، یه خودت طاقت بیار پسر. باید سر فرصت هم نکنی. باشه سوبا. حالا نوبت توئه که به جای حرف زدن وارد عمل بشی. بارون گرفت. بالاخره بارون اومد. در این لحظه بارش باران شروع شد. بگیر سوبا. ایزا با از تیم شاهین به سوبا پاس میده. اون توپو به زیبایی کنترل میکنه، با روش خاص خودش دریپ میکنه و نذاشته تیم موسوشی سد راهش بشه. برو جلو سوبا. زود باش سوبا. میزودی برو سوبا، برو از اونم رد شو. میزودی رو فراموش کن، به بازیت ادامه بده.
سوبا توپا به تارو پاس میده. دو بازیکن قوی تیم شاهین بازم مشترکاً حمله رو شروع کردن. آفرین سوبا، برو جلو، برو. اون یکی یکی بازیکنهای حریف رو پشت سر میذاره. باید دید این دفعه به سوبا پاس میده یا نه. سوبا! معلوم نیست سوبا امروز چش شده. مثل این که از چیزی نگرانه، چون دنبال توپ نرفت. واقعا که خیلی عجیبه. برو جلو! سوبا! سوبا! میزو که توپ از چنگ تارو در میاره. این حد از دست دادی. میزودی داره درست جلوی سوبا دریفت میکنه. خواهش میکنم سوبا، چرا بازی نمی کنی؟ حالا جلومو بگیر سوبا. میزوکی خیلی راحت سوبا رو پشت سر گذاشت. دیگه تموم شد. سوبا سر خشکت زده. لعنت به شیطون. اون توپا به سانادا پاس میده. سانادا توپا جلو میبره و چوت میکنه. عجب ضربه ای. گل شد. گل گل. تیم موسشی یه گل دیگه زد. حالا 3-1 شدن و تیم موسوشی 2 گل جلوتره. نه، نمیتونم میزوگی رو شکست بدم. فکر نمی کردم چنین وضعی پیش بیاد. سوباسا! سوباسا! سوبا تمام نیروشو از دست داده. با این وضع تیم شاهین حتما بازنده است. روحیه بدی کاپیتان سوبا روی تک تک بازیکنهای تیم اثر گذاشته. سوبا، من خیلی متاسفم که تو رو به عنوان آخرین رقیبم انتخاب کردم. تو همه چیزو خراب کردی. آرزو می بود که بتونم با تو بازی خوبی ارائه بدم. قدرت واقعی تیم شاهین همینه. امکان نداره ما بهشون ببازیم. مقاومت کن سوبا، خودتو نشون بده. نکنه میخوای بازی رو واگذار کنی. تو تمام زحمات ما رو به هدر دادی. بازیت واقعا مسخره شده. مثل دلقکا میدایی. به خودت بیا. ما کیبایاشی؟ کیبایاشی؟ پایگاه اطلاع رسانی راسخون.